باز محمد مبارز این بار در داخل کشور در برابر حریف اوکراینیش وارد قفس مبارزات آزاد می شود. در همین حال باز محمد مبارز و سازمان مبارزات آزاد SLFC روز دوشنبه تفاهم‌نامه ای را درباره برگزاری این رقابت ها به امضا رسانیدند. قرار است این رقابت به روز 20 ماه حمل سال 1400 برگزار گردد. حسیب سادات گزارش می دهد. در این باره با آقای کاکائل نورستانی رئیس سازمان SLFC افغانستان بحث میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین آقای نورستانی. شما زنده باشین. تشکر بسیار. سلامت باشین. نخستین پرسش این که بهتر است در مورد مسابقه که قرار است باز محمد مبارز داشته باشه بر ما جزئیات بیشتر بتین که دور چندم است و در چند راوند است و با کدام حریف؟ به خیال من قدر معلومات خو فعلا افشا شد که برنامه به تاریخ 20 حمل فایت نایت شب نبرد 12 و مسابقه مرکزی را باز محمد مبارز انجام خواهد داد در سازمان SLFC و برنامه شب نبرد. سر حریفشان هم بحث شد امروز در کنفرانسی که ما داشتیم، کنفرانس عقد قرار داد. حریفشان کسی است که خیلی رکورد بالا داره و در سازمان های جهانی مثل بلاتور، ACA، M1 Global، Fight Nights Russia مسابقه را انجام داده و خیلی یک آدم پرقدرت و پرشیم است. از اوکراین است؟ اصلا شخصا از آذربایجان است. بودو باشه در سویدن میکنه و شاید به نمایندگی اوکراین مسابقه بتده داخل افغانستان. بله. آقای رستانی، رقابت در چند رقابت اصلی و اندرکارد داره اگه جزئیات بتین؟ برنامه شب نبرد ما 4 مسابقه در اندرکار داره. بلبون برای کسایی است که نه وارد صحنه MMA میشه، اما از نگاه کیفیت و تفاوت و از نگاه برنامه تفاوت زیاد نداره با برنامه مین کارت. با کسای پیش برده میشه که نسبتا یک ذره شهرت و مسابقات بیشتر انجام داده باشه و دو بخش است. 4 مسابقه اول اندرکارت است و 4 مسابقه دوم در مین کارت. ما یک مسابقه مرکزی داریم به نام مین ایونت و نیمه مرکزی که به نام کون مین ایونت یاد میشه. در بند قراردادتان چه شرایط وجود داره؟ با کدام مسابقات قرار است که آقای مبارز مسابقه بده؟ چند مسابقه را همراه شما قرارداد کرده؟ فعلا 3 مسابقه را همراه ما قرارداد کرده. حریف اولیشون معلوم است، قرارداد هر دو طرف امضا شده و آمادگی برنامه را خواهد گرفتیم. حریف های بعدی هم چون پیشنهاد های خیلی خوب و حتی ما چند نفر ادمی چند روز آخر از طرف خود UFC که قبلا فایتر های UFC بودن با ما به تماس شدن و انشاءالله برنامه بعدی را به مرور زمان تنظیم می‌کنیم. در کنار آقای مبارز چند ورزشکار دیگه قرار است که در افغانستان بیاید؟ در کابل و در کدام موقعیت این مسابقات برگزار میشه؟ چند ورزشکار از کدام کشور هستند؟ موقعیتش در حالت نهایی سازی هستیم، انشاءالله در چند روز موقعیتش نهایی میسازیم. در این برنامه پیش روی 4 ورزشکار میاد که یک نفرش از اوکراین است و 3 ورزشکار دیگه هم از کشور همسایه ما ایران میان. چقدر آمادگی گرفتین شما برای مسابقه؟ ما خو آمادگی کامل و آماده مخدا داریم برای برگزاری. البته سازمان SLFC چقدر آمادگی گرفتن؟ آمادگی کامل داریم. درست. آقای نورستانی، اگه بهتون باشه، باز محمد مبارز پیش ازی گفته بود که سطح سازمان های افغانستان از سطح من پایین است و من در سطح سازمان های افغانستان مسابقه نمیتونم. چی باعث شد که این بار خود آقای مبارز پیشنهاد داد یا شما به آقای مبارز پیشنهاد دادین که آمدن و قرار است مسابقه شان در سازمان SLFC برگزار بکنن؟ ای که اونا ای نظر قبلا داشتن، حتما سازمان در مرحله بوده که کارهای ابتدایی خود انجام میداد و خود باز محمد مبارز شاید مسابقه هایشان بالاتر بوده از بهترین هایی که در سازمان برنامه را برگزار میکردن. ما هنوز هم بچه های ما، کسایی که در رده حتی قهرمانی هم هستن، 5-6 مسابقه دادن، از بالا نرفتن و ریکارد های باز محمد مبارز از اینکه بالا بوده. فعلا در 16 مسابقه یا 15 مسابقه است. صاحب نظر هستن و ممکن که در جریان مقدر وقت ها یک پختگی کار دیده باشن، حرفه بودن کار ما را دیده باشن، مسلکی بودن کار ما را دیده باشن و از خاطر یک تصمیم را گرفتن که بین با سازمان یکیشان. یعنی شما میپذیرین آقای نورستانی من حیث رئیس سازمان SLFC که او زمان سازمان ضعیفتر بود و حالا قوی شده؟ ابتدای کار بوده ضعیفتر، در
مدیریتش؟ البته نه، چون از امروز اول ما با برنامه بسیار منظم و قبل از قبل سنجیده شده کار خود پیش میبریم، اما از نگاه از اینکه چقدر جایگاه خود پیدا کرده باشد، چقدر وسعت یافته باشد، چقدر شبکه سازی شده باشد داخل افغانستان و کشورهای خارجی، طبعا از 3 سال قبل تا امروز بسیار تفاوت داره. درست. آقای نورستانی، جدا از بحث آقای مبارز، اگر بیانتان باشد در سازمان سلفسی که از طریق تلویزیون لمر هم پخش شد، شاهین نجفی زاده ورزشکار مبارزات آزاد از کشور ایران عبدالعظیم بدخشی را چلنج داد در سازمان سلفسی خودتان، و اونا گفتن که ما قرار است که همراه آقای بدخشی مسابقه بتیم. در مورد مسابقه شون بگین، چه وقت برگزار میشه؟ قرار است که این دو تن هم وارد رنگ مسابقه شون یا خیر؟ به نظر من، ما چندین بار در برنامه طلوع برنامه ورزش هم درباره ازی صحبت کردیم. کاری که صورت گرفته داخل قفس یک کار شخصی بین دو تا ورزشکارای بود که تا به مو وقت با سازمان قرارداد نداشتن، و سازمان هیچ مکلفیت را احساس نمیکنه در این رابطه که برای از اینا برنامه را برگزار کنه. تا وقتی که یک فایتر در قرار وارد قرارداد خود سازمان نشه و سازمان یک آینده حداقل میان مدت که از اونا نبینه، ما برنامه را برای از اینا برگزار کرده نمیتونه. خب چه زمینه را شما فراهم میسازن که این دو تن بیاین در سازمان همراه شما قرارداد بکنن و شما بتونید مسابقه از اینا رو برگزار بکنین؟ ما در حالی که شاهین نجفی زاده حاضر است که با بدخشی مسابقه بده، و بدخشی هم همچنان، بدخشی قرارداد داره با سازمان بریف که من نمیفهم 4 مسابقه یا 3 مسابقه با ایشان قرارداد کرده. شاهین نجفی، امی صحبت هایی که ما که شاهین نجفی داشتیم، اونا مشکل ندارن. ممکن که برای یک قرارداد 3 مسابقه با سازمان یک جای شود، و وقتی که این موضوع شد میمونه جهت عظیم بدخشی که اونا یک تصمیم بگیره در ارتباط که ما برنامه رو برگزار کنیم. هنوز عظیم بدخشی تصمیم نگرفته، یعنی قرار نیست که به میزودی دو تا مسابقه بتن، چون خودشان قرارداد دارن با سازمان بریو، و اگر در قرارداد میدارن با مکلفیت داره. هیچ سازمان نمیخواد که یک فایتر که سرش فعلا سرمایه گذاری جریان داره، اونا در نصف برنامه برن با یک سازمان دیگه مسابقه بتن، که عین یک سیستم قراردادی را ما هم داریم. ما نمیخوایم کسایی که کتمان در قرارداد باشه و در جریان سرمایه گذاری و جریان برنامه ریزی دفعتن بخزه با یک سازمان دیگه وارد قرار باشه. از ورزشکارهای خارجی بگوین آقای نورستانی، شما رئیس سازمان سلفسی و قرار است که ورزشکارهای خارجی هم بیان این بار در کابل مسابقه بتن. تجربه‌ای که در گذشته ما داشتیم، ورزشکارهای خارجی ما آمده بودن برای مسابقه، اما با تهدید و یا با ترس اینا نمیتونستن به درستی به راحتی مسابقه بتن. آیا در آینده این روند هم ادامه خواهد داشت یا برطرف میشه انشالله؟ اولا خود شخصا من به این افسانه سازی که جور شده پشت این همین موضوع، اگه واضحا که خودتان صحبت کنم، من باور ندارم که همچین یک کار صورت گرفته باشه. و دومن امکان هم داره، به خاطر که این همه چیزا رب میگیره به خود مدیریت سازمان. ما که یک ورزشکار از خارج میخواییم در داخل افغانستان، از روز آمدن تا روز رفتن موضوعات اداری، موضوعات امنیتی، موضوعات نگهداشتیشان کل شده نظر میگیریم. در جریان مقدر وقتی که در داخل سازمان هستن، هم موضوعات که همچو موضوعات صورت گرفت در قرارداد ما درج است. اگر کدام کسی از این موضوع تخطی میکنه، میشه که بسیار با یک عکس العمل زشت توسط ما کتما چی شود، روبرو شود. اما این برنامه که صورت گرفت، به نظر من افغانای ما هنوز اوقدر به عزت و به آبرو نیستن که یک مهمان برن تهدید بکنه. نه خیر، منظور آقای نورستانی که تهدیدات امنیتی در سطح کشور است. ما ورزشکارهای خارجی ما میان، امو روزی که ورزشکار برزیلی می آمده بود، چند انفجار در کابل شده بود، به خاطر تهدیدات امنیتی هست. نگرانیشون باید برطرف شود. اما طوری که قصه سازی صورت گرفت و طور قصه که خود نفر برزیلی میکرد، به هیچ صورت قابل قبول من شخصا البته نیست. درست. خب برمیگردیم پس به مبارزات سلفسی، قرار است در 20 حمل برگزار شود. چند بازی در کنار آقای مبارز دیگه هست؟ چند ورزشکار است؟ آیا اینا هم حریفای خودش شناختند؟ به شمول مسابقه آقای بازم آمد مبارز، ما 8 مسابقه
داریم در این دور و فایت کارت های ما انشالله در جریان یکی دو روز اعلان خواهد شد. درست است. آقای نورستانی، در اخیر اگر بر ما بگین برنامه تان دیگه چی هست؟ چی برنامه و چی پلان دارین؟ برنامه همین است که برنامه خود بزرگتر بسازیم، کلانتر بسازیم. اگر بخواین دمی سطح نگاه کنین کیفیت سازمان سلفسی رو. سطح نگاه کردنش آسان است، اما بزرگ شدنش به خیالم که یک ذره چالش آمیز باشه و ما میخوایم که خود یک ذره چالش بتم دمی ارتباط که چطور بتانم این برنامه رو برگزار از اینکه بزرگتر برگزار کنم. ما این موضوع از بسیار وقت جریان است، کوشش نهایی دارم که سال یک یا دو یا سه برنامه را حداقل خارج از کشور ما برگزار کرده بودانم که سازمان SLFC و برنامه شب نبرد فعلا در 27 کشور دیده میشه و سازمان های خیلی بزرگ مثل سازمان های UFC و ACA و بلاتور اینا متوجه برنامه هستن، حتی فایترهایشان روز حداقل اگه بگویم که 4-5 فایتر از این سازمان های بزرگ کتما در تماس میشن مبالغه نخواد بود دیگه. از اون نگاه باید برنامه، اگر ما در داخل افغانستان مشکلات امنیتی داریم و یک فایتر خارجی دل نمیکنه که در داخل افغانستان بره، ما باید یک جای را پیدا کنیم که بتانیم این برنامه را بزرگتر تشکر. یا دبی یا ازبکستان یا پاکستان یا هند. تشکر از حضورتان آقای کاکایل نورستانی، رئیس سازمان SLFC. شما زنده باشید.